13 آبان سال 94 فدراسیون بسکتبال در ادامه راه خود به نتایج جدیدی رسید. به این نتیجه رسیدیم که ما باید ساختار بسکتبال رو به گونه تغییر بدیم، چیزی که سالها بود دنبالش بودیم، موقعیت و نفرش رو به دست نمیاریم. و به همین علت درک بایرمن، چهره‌ای که تقریبا اکثر اهالی بسکتبال قبولش داشتن، به ایران آمد و پای یک قرارداد 4 ساله را امضا کرد، یا حداقل این گونه گفته شد که قراردادش 4 ساله است. به جایی رسیدیم که احساس کردیم که باید از جایی که هستیم پیشتر باشیم و بهتر حرکت بکنیم. اینه که با یک برنامه طولانی مدت‌تر علاوه بر این که بتونیم نتایجی رو کسب بکنیم، بتونیم که شرایط و وضعیت بسکتبال رو از حالت فعلی ارتقا بدیم و بیاریم به سطح بالاتر. به معنی که مطلب پول وسط میاد، میگم راجع به پول با من صحبت نکنید، راجع به بسکتبال صحبت کنید. بنده هم با اجازهتون یه سوء استفاده کوچولو کردم و در حد متعارف و اون چه که به نفع بسکتبال مملکت بود ایشون هم موافقت کرد، حقوقشو پایین آورد. اما حالا و در حالی که 14 ماه از قرارداد 4 ساله او گذشته، خبر آمده که سرمربی آلمانی با تیم وورزبورگ بوندسلیگا به توافق رسیده و قرار است یک سال آینده سرمربی آنها باشد. در این بین خبر به تهران رسید و همه منتظر واکنش فدراسیون ایران شدند. اگرچه فدراسیون بسکتبال ایران شوکه شد و حتی دبیر فدراسیون هم حرف از غرامت زد، اما سوالاتی هستند که هنوز بی جوابند. مثلا اگر بارمن قرارداد 4 ساله با ما داشت، باز هم می توانست قرارداد جدید ببندد؟ فدراسیون ایران چرا از او شکایت نمی کند و شکایت نکرده؟ اگر همانطور که گفته می شود قرارداد او 3 ماه به 3 ماه تمدید می شده، چرا فدراسیون گفته قراردادش 4 ساله است؟ و سوالاتی از این دست که یقیناً پاسخش فقط از پس فدراسیون برمی آید.